کتاب عشق را به دقت خواندم و شگفت‌انگیزترین کتاب عالم یافتم. صفحات شعفش اندک و صفحات رنجش دفاتری چند. فصل هجرانش فصلی دراز و فصل وصالش فصلی کوتاه و بی پایان. از دیوان شرقی و غربی یوهان ولفگانگ فون گوته. سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. خانم مائده طهماسبی، بازیگر و کارگردان تئاتر، به کتاب باز خیلی خوش اومدین. خیلی متشکرم آقای صحت، خیلی ممنون که دعوتم کردید. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستیم. شما اگه اشتباه نکنم تحصیلاتتون توی آلمان بوده، درسته؟ بله، من برلین درس خوندم. برلین. میشه بپرسم چی خوندین؟ رشته من در واقع اونجا سیستم دانشگاهیش طوریه که شما تصمیم میگیرید که اگر رشتهتون فوق لیسانس باشه، یعنی از اول شروع کنید برای مستر خوندن، میتونید انتخاب کنید دو رشته اصلی یا یک رشته اصلی و دو رشته فرعی داشته باشید. این رو بعد از اول انتخاب کنید. چه جالب، یه رشته اصلی دو تا هم کنارش. بله، و این حتما باید ترکیبی باشه و به هم بخوره. من در دانشگاه آزاد برلین تحصیل کردم که رشته های علوم انسانی در واقع اونجا تدریس می شد. خیلی جالب بود. من اصلا برای خوندن آرشیتکتور معماری رفتم آلمان، رفتم برلین، ولی بعدا اصلا مسیرم عوض شد. اصلا رفتم، البته خبرنگاری رو خیلی دوست داشتم. چی شد که مسیرتون عوض شد؟ فکر میکنم به خاطر مسائلی که اونجا وجود داشت. من 1356 از ایران رفتم. مثلا علاقتون یه چیز دیگه ای بوده؟ بله. تازه اونجا فهمیدین ها؟ بله بله، خیلی جالب بود برای من. یعنی اصلا از ایران که رفتم فکر کردم میخوام معماری بخونم، و وقتی وارد برلین شدم که اون موقع برلین غربی بود، دیدم دو تا دانشگاه خیلی خوب و درجه یک وجود داره در اون شهر. یه دانشگاه پلی تکنیکش بود که رشته‌های تکنیکال درس می‌دادن، و یه دانشگاه علوم اجتماعی بود. دانشگاه علوم اجتماعی که همون دانشگاه آزاد برلین بود، رشته‌هایی که داشتن رشته‌های خوب اجتماعی، علوم اجتماعی، سیاسی، و دقیقاً اون دورانی بود که من خیلی به لحاظ فکری به اون سمت و سو بیشتر تمایل داشتم. ولی همزمان در هر دو دانشگاه یعنی خودم رو معرفی کردم برای گرفتن پذیرش، چون اون موقع اینجوری نبود که از اینجا باید پذیرش میگرفتیم. میرفتیم اونجا، زبان میخوندیم، و بعد از اینکه مدرک زبان رو گرفته بودیم برای دانشگاه تقاضا میدادیم و پذیرش میگرفتیم. برای دانشگاه پلی تکنیک من برای معماری تقاضا دادم، و برای دانشگاه آزاد بعد عاشق اوریانا فالاچی بودم اون موقع. یعنی الگوی من این خانوم بود برای کاری که کرده بود، جنگ ویتنام و همه اینا، و یه جوری فکر میکردم خبرنگاری علاقه من بودم، ولی به صورت اسمی. یعنی فکر میکردم واو چه رشته عجیب و خوبیه، و چه کارها آدم میتونه بکنه، چقدر میتونه زندگیش مفید و پرهیجان و اصلا نمیدون، یعنی با فراز و فرود جهان داره بالا و پایین. البته نمیدونستیم که فقط یه خانم، یه خبرنگار یا چند تا خبرنگار تو دنیا میتونن امکان داشته باشن. ولی به عنوان یه دختر جوان فکر میکردم خیلی رشته هیجان انگیزیه اگر من بتونم این رشته رو بخونم و بعدها برم همه جای دنیا رو. البته در اون سطحش پرخطر و پرخطر. بله، و این کتابایی رو که از فالاچی میخونیم، زندگی، جنگ و دیگر هیچ، خب من اینا رو قبلا همه رو خونده بودم، برام خیلی جالب بود. و گفتم برای اون دانشگاه بزنم رشته علوم ارتباطات. علوم ارتباطات در واقع شامل خبرنگاری، فیلم ویدیو و تلویزیون بود. یعنی سه رشته بود در واقع. شما یه پایه، به صورت پایه میخوندید 4 ترم، بعد میرفتید در دوره بعدی انتخاب میکردید که تو کدوم بخش بتونید اونو ادامه بدید. و علوم سیاسی، پولیتیکال ساینس، و علم تئاتر
یعنی به تئاتر هم خیلی علاقه مند بودم. جالب که همش همپوشانی داشت. و یه ترکیبی درست کردم و پذیرش رو تقاضا دادم از اون دانشگاه به من بدن و خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت. بنگ دانشجوهای خارجی تو آلمان یک چی بهش میگن سهمیه دارن. یعنی از اون سهمیه میتونن استفاده بکنن برای رشته‌ای رو که اون موقع دوره من اینجوری بود، ولی نمیدونم تغییر کرد یا نه سیستم آموزشیش، یه مقداری تغییر کرده ولی نمیدونم هنوز اینجوری هست یا نیست. و اون من وارد اون سهمیه شدم و بعد از اینکه دیپلم آلمانی گرفتم، چون باید حتما دیپلم آلمانی میگرفتم، اینجا 12 کلاس بود، اونجا 13 کلاس بود، وارد دانشگاه شدم. به نظر اصلا مسیر زندگیم عوض شد. برای منی که انگلیسیم هم خیلی ضعیفه دیگه، به نظرم میاد که آلمانی بسیار زبان سختیه. آیا واقعا زبان سختیه؟ شما هر چیزی رو که تصمیم بگیری، یاد بگیری و عشق بهش داشته باشی موفق میشی. من داشتم صحبت میکردم الان. مهم بود. بذارین یه لحظه توی وجودمون بمونه. هر چیزی رو اگر بهش عشق داشته باشیم، حتی اگر به ظاهر سخته، میتونیم یاد بگیریم. من موقعی که دیپلم گرفتم ایران، کنکور امتحانم قبول نشدم. و وقتی کنکور قبول نشدم، فکر میکردم بی استعدادترین موجود روی زمینم و فکر میکردم دنیام تموم شده بود و فکر میکردم من چرا نمیتونم، انقدر عاشق دانشگاه رفتن و ادامه دادنم، چه یه سدی وجود داره جلوم و من نمیتونم ادامه بدم. یه موقعیتی پیش اومد برام و من رفتم آلمان. و بعدها که من فارغ التحصیل شدم از دانشگاه و تز فوق لیسانسم رو نوشتم به زبون آلمانی و دفاعش کردم به زبون آلمانی، به خودم گفتم چقدر حیف که اگر من تو اون مقطع میموندم و هیچ امکانی برام نبود و الان نمیدونم کجا بودم، ولی الان اومدم. یک فکر میکنم در ده سال بعد من فارغ التحصیل شدم از بعد به ورودم به آلمان. دقیقا من 1978 وارد شدم و 1988 بعد از طی کردن این مراحلی که بهت گفتم فارغ التحصیل شدم. فکر میکردم پس من بی استعداد نیستم. معلومه. من میخواستم پیدا کردین مسیرتون رو. یه چیزی من شنیدم، میگن که زبان فرانسه زبان هنره و زبان آلمانی زبان فلسفه. بله. اینو شما هم شنیدین؟ بله، چرا درسته؟ بله. خب به خاطر اینکه خیلی از فلاسفه‌های دنیا و دوره مدرن ما از زبان آلمانی میان. نیچه رو شما نگاه کنید، ماکس وبر رو نگاه کنید و خیلی از روانشناسامون، همه زبان اصلیشون آلمانی بود. آها. و کتاب به زبان آلمانی نوشته شد. زبان آلمانی زبان بسیار باقاعده و درستیه. سخت هست، برای اینکه یه ذره تلفظش فکر میکنم سخته. مثل ضمیر هم زیاد داره. بله. چون مؤنث مذکر بله. حرف تعریف داره. حرف تعریف داره. بله. یعنی همه چیزهایی رو که شما دارید باید با یه حرف تعریفی تعریف میشه. یعنی یا مذکره یا مؤنث یا خنثاست. و این باعث میشه که گرامرش یه ذره سخت باشه. دستور زبانش یه ذره سخت باشه. ولی شدنیه. برای اینکه شما وارد میشید، یاد میگیرید و میرید توی دنیای روزمره و شروع میکنید به حرف زدن و میرید دانشگاه. نترسیم. خب ادبیات آلمان در واقع یکی از ستونهای ادبیاته، چه ادبیات کلاسیک آلمان چه ادبیات معاصر آلمان. شما چقدر با ادبیات آلمان آشنایی؟ من یه خاطره که نه، من یک تجربه رو تعریف کنم که من موقعی که رفتم کالج، رشته هایی رو که برای اون دانشگاه باید دیپلمش رو میگرفتم، یعنی طی میکردم، ادبیات آلمانی بود، تاریخ بود، آلمانی بود به صورت بهش میگن آلمانی، یعنی دستور زبان رو باید یاد میگرفتم و انگلیسی. این چهار تا رو من باید حتما این رشته رو پاس میکردم، این درس رو پاس میکردم. یه معلمی داشتم، معلم ادبیات آلمانی بود و واقعا الان فکر کنم چند سالی فوت کرده. این انسانی بود که من رو اصلا آشنا کرد در بد و ورودم به آلمان با ادبیات آلمان و ادبیات معاصر آلمان. یه ذره توضیح بدین با چه کتابایی، چه نویسنده هایی، چه رمان هایی؟ داشتم فکر میکردم که وقتی که دعوت شدم به برنامه، خودم همیشه فکر میکنه، فکرایی که هیچ وقت شاید از زمانهایی که لازمش نداره کنار گذاشته شد، توی قفسهای دیگه‌ای در واقع این رو درش رو بست، اینا رو میاره بیرون. من داشتم فکر میکردم این آدم وقتی که من وارد کلاسش شدم، خیلی همه ما رو، چون ما دانشجوی خارجی بودیم،
دانشجویی بودیم که از کشورهای مختلف بودیم، دانشجوی آلمانی با همون نبود. این همیشه نگاه میکرد هممونو و علاقه همونو نگاه میکرد و میدید از کدوم کشورها میایم. مثلا میدید من از ایران میام، خیلی براش جالب بود، ازم خیلی سوال میکرد راجع به ادبیات ما و بعد به من پیشنهاد کتاب میداد برای خوندنم و بعد رفتیم تو ادبیات معاصرشون، ادب کلاسیکشون و خونده میشد و درس‌ها رو بعد پاس میکردیم. ولی من برای من الان ادبیات معاصر آلمان بعد از فروپاشی دیوار حیرت انگیزه. من نمیدونم کتاباشو خون، کتابایی که جووناشون، یعنی بعد از بچه‌هایی که بعد از دیوار، بعد از فروپاشی دیوار رشد کردن و یک زندگی در آلمان شرقی داشتن در زمان سوسیالیستی و کمونیستی اونجا و اینا بعداً تجربه هاشون رو توی ادبیات آوردن، اینا حیرت انگیزه. الان مترجمای خیلی خوبی از آلمانی داریم، شما به ما معرفی بکنید چند تا از نویسنده های آلمانی زبان رو لطفا. اتفاقا اینایی که میخوام اسم ببرم کتاباشون آقای حسینی زاده ترجمه کردم به فارسی هست، یودی ترمن مثلا، اگنسش بله و بازم ازش بله بله ترجمه شده، اینگو شولتس و یولیا فرانک. اینا واقعا جوونن، فکر میکنم رنج سنیشون 30ه، یعنی نزدیک بین 30 و 40ن در واقع. اینا ادبیات معاصر آلمانی رو خیلی خوب، یعنی برای من اینا حیرت انگیزن. یه نسلی هستن که من حتی کسی که این همه مدت آلمان زندگی کردم، چون بعد از اینکه من برگشتم ایران این ادبیات توی آلمان مطرح شد. آخه اتفاق عجیبی هم واقعا تو آلمان افتاده، یعنی یه کشور دو تیکه بشه و اینقدر با هم متفاوت و یه دیوار وسطش، بعد دیواره ورداشته بشه و دوباره. این خیلی، یعنی اتفاق کوچیکی نیست، خیلی خیلی مهمه و خیلی هم پر مشکل، یعنی بله. اینجوری نیست، بله. هنوزم مشکلات زیادی وجود داره، بله. یعنی در بله. واقع شما فکر کنید یه کشور یه کشور دیگر رو خرید به لحاظ اقتصادی. من برام خیلی جالبه که خانم مرکل اتفاقا خودش مال آلمان شرقی بوده، الان صدر اعظم آلمان. چای میل دارید یا دمنوش؟ او دمنوش چه سریع و سه تصویر آره بگ دمنوش خیلی اصلا دمنوش خورین معلومه، بله. پس معلومه میدم دمنوش کلی هنوز حرف داریم. مرسی، خیلی ممنونم. خانم تماس، به شما که متخصص دمنوش هستین، بعد که میل کردین بگین ما دمنوشامون چه جوریه و ممنون میشم اگه تعریف بکنین. دمنوش. تخصصی تو دمنوش ندارم، من خیلی دمنوش خوره. میشه متخصص دیگه. متخصصم، یعنی کسی که خیلی شما... کتاب میخونه میشه متخصص کتاب، کسی که خیلی دمنوش میخوره میشه متخصص دمنوش. من البته همه چی در حد اعتداله. حالا خیلی نمیخورم ولی خب دمنوش رو دوست دارم. کتابو دوست دارم، خیلی نمیخونم ولی کتابو دوست دارم. کتاب میخونم در حد اعتدال. اعتدال عالی. غیر از ادبیات معاصر آلمان از کلاسیک های آلمان هم تو اون دوره میخوندین؟ مثلا باید آیا گوته رو مثلا باید حتما میخوندین؟ نه. نه حتما نبود. اجباری نبود. نه اجباری نبود. ولی به هر حال تدریس میشد و منم خوندم. یعنی در واقع همه رو نه، ولی از گوته باید بعد میخوندیم، باید میدونستیم، از شیلر باید میخوندیم. میدونی اینا در واقع جزو مطالبی بودن که در واقع توی دانشگاه و یا توی کالج تدریس میشد و بعد میخوندیم. مثلا توماس من، حالا بعدا اینا رو باید در واقع میخوندیم. بله آره دیگه، اینا در واقع شما نمیتونید مثلا آلمان، میتونید ولی اگر علاقه من همون که اول گفتم اگر با عشق یه چیز رو بخوای و شروع بکنی، حتما قبول میکنی و بهت میشینه. من آلمانی رو بعد 6 ماه آلمانی طوری حرف میزدم که اونایی که من روز اول دیده بودن، چون من با 0 دانش آلمانی وارد کشور آلمان شدم، یک کم انگلیسی بلد بودم فقط. بعد از 6 ماه بچه‌ای آلمانی که من میدم، من دارم آلمانی حرف میزدم، خندهشون میگرفت، میگفتن تو انقدر سریع آلمانی یاد گرفتی که ما تعجب میکنیم. دلیلش این بود که من زیاد با غیر ایرونی ها اونجا معاشرت میکردم. کالج هم که به هر حال دوستایی که داشتم دوستای غیر ایرانی و غیر آلمانی بودن، در از روز که همه مجبور بودیم با یک زمان واحد با هم صحبت کنیم آلمانی بود.
و بعد بیرونم که زندگی میکردم، جایی که زندگی میکردم خرید میکردم و روزمره زندگی روزمرم به زبان آلمانی میگذشت. چون مثل الان نبود که مثلا مغازه های ایرانی باشه یا جاهای مختلف ایرانی باشه تو بری اونجا بتونی خرید کنی، اصلا از این خبرها نبود. من دارم حرف از 40 سال پیش حرف میزنم در واقع. متوجهم. و یه چیزی که بگم، چون اسم نویسنده اومد، خیلی خوشحالم و خیلی خوبه که نویسنده هایی که اسمشون میاد مثل گوته، آثارش به فارسی ترجمه شده، هم اشعارش هم نمایشنامه هاش، مثلا فاست، نمیدونم توماس مان، آثارش به فارسی ترجمه شده، کوه جادو در 2 جلد سالهاست که ترجمه شده با ترجمه بسیار خوب، هاینریش بل، بله هاینریش بل، برنده های نوبل آلمانی زبان مثل گونتر گراس، حالا مثل خانم هرتا مولر، آثارشون به فارسی ترجمه شده و هست و ما میتونیم با ترجمه فارسی، با ترجمه های خوب فارسی بریم سر. مثلا واقعا هاینریش بل نویسنده یه که من فکر می‌کنم هر سلیقه ای از خوندن آثارش لذت ببره. احتمالاً کتابخونا که اکثرشون عقاید یک دلقک رو خوندن، ولی بقیه کاراش، سیمای زنی در میان جمع، اینا همه بی‌نظیره. و حالا اینو می‌خواستم بگم، خیلی جالبه که گوته که واقعاً دیگه مظهر بارز ادبیات آلمانه، خودش به شدت حافظ رو دوست داشته، به ادبیات شرق علاقه مند و گفته من اصلا از حافظ تأثیر گرفتم. در دیوان شرقی غربیش میگه که من حافظ در واقع برام آدم مهمی بوده و منشأ تأثیرم بوده برای نوشتن این کتاب. اتفاقا یه جمله معروف هم داره، میگه شاعران شرق والاترن. این جمله رو واقعا داره در واقع. جدی؟ و در تقابل با حافظ، این همون دیوان شرقی و دیوان غربیش در واقع کاملا. چقدر ترجمه خوبی داره آقای حداد. بله. از دیوان شرقی و غربیش خیلی خوب. خیلی جالبه، من زمانی که آلمان زندگی میکردم، چون تمام ادبیات رو به زبان آلمانی میخوندم، وقتی کتاب فارسی میخوندم نمیفهمیدم. خیلی جالبه آقای سعد، یعنی نمیفهمیدم که برام ترجمه یا فارسی دور بود. یعنی فکر میکردم چرا این فارسی اینجوریه، برای اینکه خیلی اونجا فکرم رو بیشتر با اون زبان. حتی خوابم هم به زبان آلمانی میدیدم، همه میخندیدن میگفتن چقدر خوبه تو خواب به زبان آلمانی میدیدن. از بس متمرکز شده بودین که دیگه این زبانه رو مال خودتون مال خودم بکنم. چه جوری وارد دنیای تئاتر شدین؟ آها، اینم خیلی جالبه. من گفتم که تو دانشگاه رشته دومم ادبیات تئاتر بود. در واقع میگن تئاتر ویزنشافت، به آلمانی میگن ساینس، تئاتر ساینس. وقتی توی دانشگاه رفتم و تئاتر خوندم، بیشتر رو ادبیات نمایشی کار میکردن و در کنار ادبیات نمایشی یه ورکشاپ میذاشتن، ورکشاپ های بازیگری، کارگردانی، که من خیلی علاقه داشتم و تقریبا بیشتر این ورکشاپ ها و این کلاس ها رو میگذروندم. و بازیگری برای من یه علاقه بود که کشف کرده بودم خودم، یعنی اونجا بیشتر فکر میکردم با دوستام هم جمع میشدم. خیلی جدی نبودم. نه عبود. اصلا جدی نبود، ولی دوست داشتم، میرفتم کلاساشو میگرفتم و من میومدم خارج از دانشگاه با یه سری از دوستام جمع میشدیم، متن مینوشتیم و اجرا میرفتیم، برای خودمون، برای دوستامون اجرا میرفتیم به صورت خیلی آماتور. و بعد یه ذره جدی تر شد، سالن میگرفتیم و توی سالن اجرا میکردیم. من در بد و یعنی اصلا علاقم، یه دوستی داشتم کلاسش اسم ببرم، خانم بهار نادری، ایشون پانتومیم رو خیلی دوست داشتن و به من گفته بودن که بیا با هم پانتومیم کار کنیم، بریم یه کلاسای پانتومیم برداریم، برای اینکه ما توریم تو کشوری زندگی میکنیم که مثل اینکه برای اینکه از زبان زیاد استفاده نکنیم، میتونیم از پانتومیم برای حسامون، برای فکرامون استفاده بکنیم و اجرا بریم. و ما این کارو کردیم دوتایی با هم و یه سری کارا رو، یه سری فکرامون رو به صورت پانتومیم اجرا کردیم و اجرا می‌رفتیم در جاهای مختلف و خیلی هم طرفدار داشت، یعنی موضوع مختلف رو در نظر می‌گرفتیم و با هم کار می‌کردیم با موسیقی و پانتومیم. بعدها که در واقع من با یه گروه آلمانی آشنا شدم، یه گروه آف تئاتر بهشون میگن، گروه غیر حرفه‌ای آماتور، که این بچه‌هایی بودن که بعد از فروپاشی دیوار سعی کرده بودن مسائل غرب و شرق رو به صورت تئاتر مطرح بکنن و من با اون گروه ها شروع کردم به زبان آلمانی کار کردن و اولین کار به صورت جدی تئاترم با اون گروه بود که در واقع ما یکی دوتا کار تئاتر به زبان آلمانی انجام دادیم. تا
و دانشگاه رفتم و دانشگاه در واقع تموم شد و این علاقه وجود داشت تا اینکه یه شخصی در زندگیم پیدا شد که اصلا خودش تئاتری بود. همین داشتم فکر میکردم که چقدر زندگی عجیبه. شما از ایران بلند شدین رفتین آلمان که معماری بخونید. اونجا وقتی رفتین به جای معماری دیدین که نه به ادبیات و علوم انسانی علاقه مندین. اونجا فهمیدین. رفتین ادبیات و علوم انسانی خوندین. در حال خوندن ادبیات علوم انسانی بودین که به عنوان تفنن رفتین تئاتر کار کنین. بعد تئاتر براتون جدی‌تر شده. بعد با یه آدمی آشنا شدین به اسم آقای فرهاد آیش، استاد ما و دوست خیلی خیلی عزیز، و اونجا زندگیتون به هم گره خورد و با هم دیگه وصلت کردین. و شو این خانم مایده طهماسبی که قرار بود معماری بخونن در آلمان، الان یکی از بازیگران درجه یک عرصه نمایشی در ایران هستن که کارگردانی هم میکنن. میشه ببینم چه کتابایی بر ما آوردین و معرفیش کنن؟ حتما حتما. آره. اولی شبانه ها، کازه و ایشیگورو، پنج داستان موسیقی و شب، ترجمه علیرضا کیوانی نژاد. اینو یکی از دوستان نازنینم سر یه کاری هستیم برای من هدیه آورد. من اصلا نمیشناختم ایشونو و شروع کردم این کتابو خوندن و برام جالب بود. اسمش ژاپنیه، یعنی ژاپنی اصله، ولی داستان انگلیسیه. بله، یعنی در واقع یعنی انگلیسی ژاپنی اصله. آره، هم تو ژاپن بینه. پارسال برنده نوبل ادبیات. بله، اتفاقا روش هم نوشته. و برای من حیرت انگیز این داستانهای کوتاهش که به موسیقی علاقه‌منده و روی موسیقی داستانهاش رو نوشته. ایشیگورو هم تقریبا اکثر قریب اتفاق کتاباش به فارسی ترجمه شده با ترجمه‌های بسیار خوب. اتفاقا یکی از اولین کتابایی که ازش به فارسی ترجمه شد رمان بازمانده روزه که استاد نجف دریابندری با یک ترجمه بی‌نظیر، داستان یک سرپیش خدمتیه که توی یک خانه اشرافی انگلیسی، واقعا دریابندری خیلی فکر میکنن که خب حالا ما چه زبانی رو برای این خانواده اشرافی انتخاب کنن، میرن سراغ زبان قاجار. ای چه چاره. آره، و در واقع با الهام از زبان قاجار یه ترجمه بی نظیر از بازمانده روز. خیلی مترجمای خوبی مثل آقای امیر مهدی حقیقت از کارهای ایشیگورو ترجمه کردن. یه داستان کوتاه که اولین بار به فارسی زبان‌ها معرفی شد، آقای جعفر مدرس صادقی ازش ترجمه کردن. خیلی 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 ببین، ما ترجمه‌های خیلی بدم زیاد داریم تو ایران، یعنی ترجمه‌های سردستی شده و اینا، و این ترجمه‌هایی که اصالت دارن و روح کتاب و روح این ادبیات میگن کتابساز کتابسازی میکنن. دقیقا. ولی خدا رو شکر مترجمه‌های خوبمون و ترجمه‌های خوب، ویرایش‌های خوب روز به روز داره بیشتر میشه. به به. چای نعنا، منصور ضابطیان، سفرنامه و عکس‌های مراکش. منصور ضابطیان عزیز خیلی اهل سفره و اکثر جایی هم که میره سفرنامه‌اش رو می‌نویسه. مارکو پولو دیگه، مارک و پولو. پولو بله، و چای نعنا. و من واقعا اینقدر دوست دارم سفرنامه‌های آقای ضابطیان رو، چون من خودم عاشق سفرم. یعنی من خیلی در زندگیم سفر زیاد رفتم و فکر میکنم که وقتی میخونم سفرنامه های آقای ضابطیانو، فکر میکنم کاش که منم شروع میکردم از سفرم چیز نوشتم. منم عاشق سفرم، فقط با یه اختلافی با شما. عاشق سفر نرفتن. باید یک موقعیتی رو ایجاد کنید برای خودتون، سفر رو برید. سفر آدم رو آب دیده میکنه، سفر آدم رو زنده میکنه. من ترجیح میدم آقای ضابطیان بره سفر، من بشینم سفرنامه‌شو بخونم. خیلی مثل این که تنبلم. شما خیلی مشغله دارید. نه نه، عاشق سفر نرفتم. خیلی هم بده. دوست دارید که سفر برید، ولی به هر حال موقعیتش نیست یا دست نمیاد که. من دوست ندارم سفر برم. جدا میگی؟ میدونم کار خوبیه سفر رفتن. میدونم باید رفت سفر. میدونم خیلی، ولی وقتی که لحظه انتخاب میشه تنبلی. تا جایی که بد بله. تنبلی. بله. آره. بله. اینا چون سفر رفتن اصلا برای خودش یک دنیاییه. بله. وارد یک دنیایی میشید، دنیای ناشناخته‌ای میشید که این رو باید حتما بخواید و براش برید. آدم تو سفر دوستاشو میشناسه. میشناسه. آره. بله من عرضم. بعد اون ولی کتاب نیست، دفتر. نه، این خیلی چیز عزیزیه برای من، براتون امروز آوردم. اینو بعد از سالیان سال خاک گرفته از لای کتابخونم در آوردم. این یک دفترچه ادبیات منه از سال 1351، از دبیرستان.
و من این برای من فراموش نشدنیه. بله این برش در واقع کتاب این برای دفترچه ادبیاتمه و این بر انشاهایی که من در واقع در اون سالها به معلمم دادم. نه خواهش میکنم بفرمایید. چقدر جالب. و من یک معلمی داشتم که اگه اجازه بدید اسمشو بیارم اینجا. عالی معلومه. و این خانم در اون مقطع که من دبیرستان میرفتم کلاس دهم بودم فکر میکنم، خانم قاسمزاده، ایشالا ببینن این برنامه رو و اسمشون رو میارم، چون واقعا برای من ایشون یک انسان نمونه بودن و ایشون بودن که ما بچه هاشونو در اون سال تحصیلی با ادبیاتی آشنا کردن که الان من حیرت میکنم که اون موقع ایشون جلال آل احمد، نیما یوشیج، همه اینا رو تو اون دوره با معرفی کردن. چقدر جالب. و ادبیات آلمانی که ازش حرف زده بودیم، برتولد برشت. بله دیدم برشت هم اینجا بود. عالی. و به همون میگفتن اگر این کتابهایی رو که معرفی میکردن بخونیم بله آل احمد، برتولد برشت و کتابا رو اگر بخونیم نمره انشامون رو اضافه میکنن، یعنی دو نمره برای انشا بهمون اضافه میکنن. اصلا اسم ناتور دشت اینجا هست، کازنتزاکیس هست، عرضم به حضورتون که از راه رسیدن و بازگشت آرتور کسلر اینجا هست. یه چیز بهتون میگم جالب، منم یه دفتر عین این با همین جلد، همین رنگی، همین طراحی، عین این داشتم. دفتر مال منم دفتر انشام بود. دارین یا گم کردین؟ من چون خیلی آدم منظم و مرتبی هستم گم کردم. روح مادرم شاد که اینو برای من نگه داشت 20 سال تمام، چون من خوب نبودم 20 سال واقعا. و این رو برای من نگه داشت و من بعد که برگشتم اینو من تحویل داد. منم مادرم برام نگه داشته بود. وقتی بعدن گم کردم. داد گم کردم. اگر که به تحویل نداده بود حتما هنوزم بود، ولی تحویل داد به من. شما همیشه فکر میکنید یه سری آدم تاثیرگذار تو زندگیتون هستن که در واقع یه راهی رو بهتون نشون دادن. و من امروز از چند نفر اسم بردم که اینا چقدر برای من راهگشا بودن. چقدر خوب بود که درباره ادبیات آلمان صحبت کردین، اسم یه سری نویسنده آلمانی گفتین. خیلی خیلی ممنونم. دمنوش چطور بود؟ عالی، خیلی خوب. بله من خیلی دوست داشتم. خیلی. ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم. خواهش میکنم یکی از این سردیس ها رو به عنوان یادگار از کتاب باز بپذیرید. چشم. بفرمایید. به به وکی بابا طاهر وحشی باقری سعدی. اینجا رو هم نگاه کنم. بله بله. حافظ مولانا. خب من خیلی دلم میخواد تنها سردیس خانمی که اینجا هست رو بردارم، خانم پروین اعتصامی. به به عالی. بفهمین علت انتخابتون هم که گفتین چون در این بزرگان تنها سردیس بود. خانم. تنها خانمی که بود. جای خیلی های دیگه اینجا خالیه. ولی اجازه دارم این سردیس پروین اعتصامی رو ببرم. آقای آیشم نیما یوشیج رو بردن. حالا دو تن از شعرهای در واقع معاصرمون. بله. بله. خیلی سپاسگزارم. خانم طهماسبی، ما تو این برنامه آرزومون اینه که مردم با هم بیشتر حرف بزنن، با هم گفتگو کنن و بیشتر کتاب بخونن و مطالعه کنن. بله منم آرزوم همینه و من خیلی امیدوارم که این دوباره بیاد. ببین یه زمانی بود که ما یه نسلی هستیم که کتاب میخوندیم و کتاب میخونیم و این رو در خونمون، روحمون، وجودمون داریم و یک دورانی اومده که بچه ها به خاطر بازی‌های الکترونیکی که داشتن یه سر دور شدن از فضای خواندن به این صورت کتاب، خب رفتن برای کامپیوتر و برای این چیزا. ولی من فکر میکنم هر چند سال به چند سال این اتفاق دوباره خواهد افتاد که دوباره جوانای ما به این سمت و سو بیان. کتاب خوندن در واقع تبادل نظر، تبادل فکر، وقتی با هم دیگه حرف میزنن با هم دیگه دست مثلا کاری که ما قبلا میکردیم بود که یه کتابو میخوندیم دوره هم جمع میشه بجو کتاب حرف میزدیم. چقدر این کار چقدر هیجان انگیز بود برامون. چقدر این کار خوبیه. جمع شدن، دوستان دوره هم جمع بشیم، گاهی وقتا یه حوزه مشترکی که بهش علاقه مندیم، کتاب، قصه، بلد، فیلم، بلد. حرف بزنیم. و چیزی که من اتفاقا داشتم راجبش فکر میکردم، من املام خیلی خوبه.
یعنی من هنوزم بعد از اینکه یه مدتی نبودم ایران و برگشتم، وقتی به من دیکته میگن من درست مینویسم. فکر میکنم یه دلیلش اینه که کتاب میخونم. یعنی نگاه میکنم. و چون نگاه میکنم ضبط میکنم. و وقتی که تو کتاب نمیخونی، چون ما خیلی املای زبان فارسی خیلی مشکله، چون ما تعداد زیادی ز داریم، تعداد زیادی ت داریم اینا، و این رو باید بدونید کجا اینا رو جا بدید. و بچهای ما الان متاسفانه املاشون خیلی ضعیفه به این دلیل. و چقدر منم واقعا آرزو میکنم که بچه‌ها دوباره یه ذره پست مدرن بشن، در واقع برگردن به اون دوران، به لذت کتاب خوندن و صحبت کردن و همه این چیزایی که واقعا باید وجود داشته باشه. با خانم طهماسبی باید درباره تئاتر بیشتر حرف می‌زدیم، درباره نمایشی که بر اساس کارهای کافکا کار کردید، بر اساس نمایشی که بر اساس کارهای دیوید آیوز کار کردین که خودتون ترجمه کرده بودین، ولی خب نرسیدیم. ان‌شاءالله دفعه بعد. ان‌شاءالله. خیلی 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 ممنونم که به کتاب باز تشریف آوردید. منم سپاسگزارم ازتون و سپاسگزارم و خیلی خوشحالم که امروز تو برنامه شما بودم. سلام. آیا میشه قصه یک زندگی رو در 90 ثانیه تعریف کرد؟ بله میشه. نزدیک به 7000 نفر از جاهای مختلف ایران با گویش‌های شیرین و دلنشین از سنین مختلف قصه زندگیشون رو در 90 ثانیه برای 21مین جشنواره بین‌المللی قصه گویی ارسال کردن. از بین این آثار 120 تاشون به مرحله نهایی رسیدن که 3 تاشون رو قرار داورها انتخاب بکنن و 3 تا رو قراره شما انتخاب کنید. کتاب باز رو تماشا کنید تا این 120 قصه زندگی رو از زبون قصه گوهاش ببینید و بشنوید و به اونا رأی بدید. یه روزی پدرم دستش رو روی شونم گذاشت و پرسید: دخترم، به نظرت من میتونم تو رو بزنم یا تو منو؟ من جواب دادم: البته که پدر، خودم میتونم بزنم. پدر نوباورانه دوباره سوالشو تکرار کرد: من میتونم تو رو بزنم یا تو منو؟ ولی باز همون جواب اولی رو شنید. ازم ناراحت شد، از کنارم رد شد و رفت. بعد از چند قدم برگشت تا سوالشو دوباره تکرار کنه، تا بلکه یه جواب بهتری بشنوه. این دفعه که ازم پرسید، برگشتم گفتم: شما میتونی پدر. تعجب کرد و گفت: پس چرا دفعه اول که ازت پرسیدم همین جواب رو ندادی؟ گفتم: پدر عزیزم، تا زمانی که دست تو به روی شونه من بود تمام عالم رو حریف بودم، ولی وقتی دست تو از شونم کشیدی و رفتی تمام قوتم رو با خودت بردی. معلم روستا بودیم، زمستون خیلی سختی رو گذرونده بودیم. یه ماه بود که تو روستا مونده بودیم و نتونسته بودیم بریم شهر. آذوقمون تموم شده بود، راه هم بسته بود به دلیل بارش برف سنگین. بالاخره آخر هفته چهارم که هوا کمی صاف شد، زدیم به راه. 3 تا دختر بودیم با مستخدم مدرسه‌مون که از همشهری‌های خودمون بود. هنوز 1 کیلومتر از دهنه ده بیرون نرفته بودیم که پاهامون به علت برف سنگینی که رو زمین بود خسته شد و درد گرفت. اصلا مونده بودیم چی کار کنیم، موقعیت خیلی بدی بود. یهو دیدیم صدای جیغ و فریاد از پشت سرمون میاد، به دنبالش هم پارس چند تا سگ. برگشتیم به عقب نگاه کردیم، عده‌ای از بچه های مدرسه بودن با 3 تا سگ گله که دنبالمون میومدن، داد میزدن: خان معلم ها، خان معلم ها، برگردین، نرین، خطرناکه، تو دهنه گرگ دیده شده. حسابی ترسیدیم، اون طرف رو نگاه کردیم، دیدیم بله 3 تا سیاهی داره از کوه میاد پایین، خودشون بودن. بالاخره تو دلمون حسابی خالی شد. منو میگی که تو اون لحظه بغضم تو گلوی خودم نگه داشته بودم، بالاخره بغضم ترکید. نشستم رو برفا و گفتم: خدای شکر، نمیدونم اگه اون روز اونا دنبالمون نیامده بودن، امروز اصلا امروزی داشتم. حدود 20 سال پیش ما سرباز بودم تو منطقه مرزی نقطه صفر مرز. یک شب آرپیچی زن بودم، یه آرپیچی هم تو دستم بود، تو کمین یه ورور نگاه میکردم این اشرار حمله نکنن، از ما میترسید، از نمی آمدن سمتم. داشتم فکر و خیال میکردم، بخونم گفتم: خدایا، کی میشه خدمت ما تموم شه، ما بریم خانه ما، بریم پیش مهرمان،
زن بگیریم، بچه دار بشیم. تو فکر و خیال بودم که یک دفعه یک تیراندازی شروع شد. آی تا این صدا رو شنیدم خوابیدم تو کمی. یک با دیرم فهمان ده پاسکار دار زد، پاشو سیه، پاشو بزن که همه هم رو میزنم. ما هم گفتم چشم، پاشونم ایاد پیشی گذاشم رو دوشم، از زامن در کردم، آمدم بلندشو بزنم که یک دفعه یک حرارت گرمی از بالای سرارت شد. ما دیگه چی نفهمیدم. وقتی چشمامو وا کردم یک با دیدم این سربازا فرمان ده پاسکار بالا سرمون دارن ما رو نگاه میکنن. گفتم چیه؟ در خوشگل ندیده؟ فهمونده پاسکار گفت پاشو، پاشو دیوانه که دیوانه بچه خوشگل پاشو. تازه اون موقع فهمیدم او حرارت گرمی که از بالا سرم رد شده یک دنه گوله آبیچی بوده که از سمت اشرا سمت ما آمده. من از بچگی هم آرزو داشتم که شکارچی بشم. یه روزی از روزا داریم بهم گفت تو شهرمون یه موزه داریم که من ازش اعتنایی نداشم، هنوز هم خیلی ها ازش شناختی ندارم. اون روز فرداش بابا باز رفتیم به موزه حیدرآباد، سازمان حفاظت محیط زیست. بعد از شانس باد اون روز ما برقا رفته بود. هر چی خواب کردیم برقا بیاد برقا نیامد. تا اینکه مسئول اون موزه ما آقای رضای ما رو تو همون تاریکی برد تو داخل موزه. یه خس خیلی خیلی بزرگ هم اونجا بود، حیوانه خیلی زیادی هم بودن که من از دیدنشون تعجب کردم. یه خانم خیلی خیلی مهربون بود که در مورد حیوان توضیحات خیلی کامل بهمون داد و گفت از مواظب حیوانات باشید. از اون روز به بعد تصمیمم برای شکارچی شدن عوض شد. حالا دیگه حیوانات رو دوست دارم، ازشم خیلی مطالعه می‌کنم. لطفا از بین قصه هایی که تماشا کردید گزینه قصه گوی محبوبتون رو به شماره 30052 ارسال کنید. احسان رضایی عزیز سلام. سلام بر سروش عزیز و دوست داشتنی. ارادتمندم. چه کتابایی به ما معرفی خواهید کرد؟ هر چی شما بخواید. چند تا کتاب خوب لطفا. بروی چشم. ما گپایی که هفته قبل زدیم گفتن که کتابایی که معرفی کردی خیلی قطور بود، ما نمی‌رسیم بخونیم اینا. این دفعه کتابای کم حجم آوردم که برستان بخونم. من خودم البته دوست دارم که کتاب و رمان به خصوص حجیم بخونم، مدت زمان زیادی درگیر باشم با کتاب، ولی خب بعضی هم میگن نمیرسیم. قرش توفان، آره. جوزف بالسامو، اینقدر سه توفنگدار خیلی فوق‌العاده است این رمانه. همینطور میخونی و داری خوراک برای شبهای متمادی. کنت مونت کریستو، آره دیگه فوق‌العاده است. الکسان دوما من به شخص دوست دارم. امشب یه رمان فانتزی آوردم و یک رمان کلاسیک، چون که بالاخره ژانرهای مختلف و یه سرکی بکشیم هر کدوم. اینا عالیه، این که داریم میریم سراغ در واقع گونه های مختلف عالیه. آره. کتابی که آوردم از ادبیات فانتزی، یکم از اون کارهایی که خیلی خوب دیده نشده، چون بالاخره فانتزی خیلی مخاطب داره. حتما جام گمج. جام گمج. احسان حد زد که هم ممکنه اسم رو اشتباه بگم، زود بهم گفت که جام گمج، مثلا گمج گمج. آره. جام گمج. آره تقصیر خودش اعراب گذاری نکرده. کارول کندال، ترجمه میلاد زکریا که بسیار مترجم خوبی هستن. یعنی اسم میلاد زکریا وقتی روی کتابی باشه آدم خیالش راحته که داره یه ترجمه خوب میخونه. بله. و بعدیش هم این اسمو نگفت، ببینه من چی کار میکنم، حالا احتمالاً اشتباه میگم اصلاح میکنه. زمزمه گلاکون. گلاکن. گلاکن. یه بار که اسمو نگه سروش از قصد اشتباه گفت که من بگم. آره من از قصد. کارول کندال. یه کار تمرین شده بودش. ترجمه میلاد زکریا. اینا با هم نسبتی دارن.
یک گروهی از آدم‌های کوتوله هستن به اسم مینی پین‌ها. 880 سال قبل از وقایع این جام گمج مهاجرت میکنند، از دست یه آدم های بدجنسی به اسم ماشروم ها فرار میکنند، میرن به یک سرزمین میان دو کوه، اونجا در 12 تا دهکده ساکن میشن و این جام گمج اتفاقات اولی براشون میفته. زمزمه یه گلاکن، اگه خاطرت باشه کارتونش هم ما میدیدیم، یه آوای خیلی مرموزی از یه جایی می اومد. آره، یک نوستالژی هم باهاش داریم. این ادامه یه ماجراست، یعنی اول بعد اینو حتما بخونی بعد بریم. نمیشه با اون شروع کرد؟ میشه، ولی یه چیزایی هستش که توش نمیفهمیم اگه اینو نخونده باشیم. پشت این کتاب نوشته زمین را برای فرزندانمان پاکیزه و سالم نگاه داریم. پشت این یکی کتاب نوشته حفاظت از محیط زیست و حیات وحش وظیفه همگانی است. آیا ربطی داره؟ این از شعارهای خوبیه که بعضی ناشرها پشت جلد کتاباشون میزنن، ولی اون زمزمه گلاکن به مسائل محیط زیستی، به خصوص خطراتی که سدسازی برای محیط زیست داره، اشاره های زیادی داره. و بعد داستانها آیا شیرین و خواندنی و پرکشش؟ خیلی فوق العاده است. من برای اینکه یک ذره از داستانا رو الان نشون خواننده ها بدیم، نشون بدیم. آره. دقیقاً روی جلد کتاب اول جام گمج یکی از مینی پین ها به اسم مینگی رو دارن ماشروم ها اذیتش میکنن، گیر ماشروم ها افتاده، دارن اذیتش میکنن. و روی جلد کتاب دوم زمزمه گلاکن نقشه محل استقرار اینها در اطراف اون رود استراکس هستش. این فقط به عنوان آنونس قضیه. یه ذره بیشتر معرفی کن که وجه داستانیشه یا وجه در واقع همین محیط زیستیشه یا اصلا در هم. کتاب دوم محیط زیستیه، کتاب اول یکم نقد حکومت‌های خودکامه و اونهایی که مردم رو به جهل‌هایی میندازن، اشتباهاتی میندازن، تو کتاب اول هست. این همیشه سروشان یه بحثیه، اولش هم با هم قبل شروع گفتگو داشتیم اینو. معمولا کار فانتزی رو میذارن توی قفسه کتاب‌های نوجوان و مثلا حتی اون کتاب اگه مثلا ارباب حلقه ها باشه که خیلی کتابیه که حرفای جدی و مهمی توش مطرح شده، برمیدارن میبرن میذارن تو قفسه نوجوان. حتی مزرعه حیواناتو معمولا میذارن توی قفسه نوجوان. کتابای ولی... مثلا کورت وونگات هم توی قفسه در دسته فانتزی قرار میگیره و نوجوان یا نه؟ اون معمولا تو دسته علمی تخیلی میذارن کورت وونگات. میشه ازت خواهش کنم یه دفعه کورت وونگات رو بهمون معرفی کنی و دربارش برنامه داشته باشی؟ حتما. کورت وونگات فوق العاده است، یکی از نویسنده های محبوب خود منه، کتابای خیلی خوبی ازش خوندم. نویسنده محبوب منم هست، اگه بشه یه ذره بیشتر وونگات. همین آخه نویسنده محبوب ما نزدیک به همه. بعد میگم که آره ما اینجا تبانی میکنیم، خواننده ها فکر میکنن که آره مثلا ما فقط راجع به دوست داشتنی های خودمون حرف میزنیم. آخه مگه آدم میتونه درباره دوست نداشتنی هاش حرف بزنه؟ ولی خب این تبانی ها که دیگه در محضر خواننده ها انجام دادیم دیگه. یه خواهشه که یه دفعه معرفی کتاب های وونگات باشه اگه موافق. حتما حتما، چرا که نه. فوقلت. پس این ادبیات فانتزی جام گمج و زمزمه گلاکن از کارهای فانتزی خوبیه که کم هم دیده شده این سالا و فکر میکنم ارزش داره که بخونن. چقدر خوب که دو کتاب کمتر دربارش صحبت شده، به قول خودت کمتر دیده شده، رو به ما معرفی کردی. ولی پس مخاطبش لزوما نوجوانان نیستن. هرچند میذارن تو قفسه نوجوانها. آره، این جمله رو من کامل کنم، جورج اورول همیشه از این شاکی بود که مزرعه حیواناتش رو میذارن تو قفسه نوجوان و میگو من این تو کلی حرف سیاسی مهم زدم، چرا میذارن تو نوجوان؟ ولی نمیدونم، این یه علاقه یه که کتاب فروش ها دارن که بذارن اون قسمت. حتی ناتور دشت سالینجر گاهی وقتا میذارن تو قفسه نوجوان، در حالی که اصلا نوجوان نیستش واقعا، هم نوجوانه هم بیشتر بزرگسال. آره، اندیشه هایی که و فکرهایی که مطرح میکنه بزرگساله. از جمله حالا همین کتاب دومی که میخواییم راجبش حرف بزنیم، کتاب مرگ ایوان ایلیچ و خاطرات یک دیوانه لئو تولستوی، ترجمه باز یه مترجم درجه یک، آقای علی اصغر بهرامی که اسمشون باعث میشه آدم خیالش از ترجمه یک کتاب راحت و کورت وونگات رو به ما معرفی کرد آقای بهرامی. بله.
عرضم حضورتون، هفته پیش شما با جناب فراستی راجع به ادبیات روس حرف زدید. یه بارم ما خودمون برادران کارامازوف رو حرف زدیم. فکر می‌کنم ادبیات روس انقدر مهم هست که بارهای دیگه هم حرف بزنیم. مرگ ایوان ایلیچ برخلاف مثلا اون دوتا شاهکار مهم تولستوی، آنا کارنینا و جنگ و صلح، که کتاب قطوری هستن، میگم به ما گفتن کتاب کوچیک معرفی کن باش، این یه شاهکار خیلی، میبینید قطرش چقدر، بسیار کتاب مهمیه، کتاب اصلا چه اندیشه هایی توشه. یک قاضی محلی ایوان ایلیچ داره میمیره، آدمش اومدن دورش جمع شدند و راجب مرگ این آدم حرف میزنن، فکر میکنن، و کتابی راجب مرگ، یک اندیشه ای که همیشه تو سر همه ما هست، بهش فکر میکنیم، باش مواجهیم، و چقدر حرفای مهمی تو این کتاب زده میشه. با نگاهی به این کتاب یه فیلم خیلی خوب توی سینمای ایران ساخته شده که با نگاهی به این کتاب بوده، فیلم پله آخر علی مصفا، کارگردان علی مصفا است، اسم فیلم پله آخره، و با نگاهی به در واقع داستان بلند مرگ ایوانیش. و خوب شد که به هم گفتی. اصلا ببین آره. فیلمو خیلی خیلی کار اقتباسی تو سینمای ما خیلی کمه سوش. اقتباس نشده ها. در حتی واقع الهام گرفته. آره. یعنی داستان رو خونده آقای مصفا و بعد اون حالا از فیلتر خودش عبور داده و یه داستانی نوشته که منبع معرفی کرده که کجاست. به هر حال این کتاب خیلی کم حجم از تولستوی خوندنش نشون میده که چرا تولستوی نویسنده بزرگیه، نویسنده‌ای که اینقدر میتونه کنکاش بکنه روی یک اتفاق ساده و معمول و مرسوم که هممون دیدیم، تجربه کردیم، چجوری این همه راجبش حرف بزنه. یه چیزم راجب مترجم بگم، من تا حالا 12 ترجمه مختلف از مرگ ایوان ایلیچ خودم خوندم، احتمالاً بیشتره که من 12 یعنی خوندم. 12 مترجم تا حالا این کتابو ترجمه کردم، هر 12 تا هم شما خوندی؟ بیشتر از 12 تا، چون من 12 تاشو خوندم. و اون وقت کار، ببینید این داستان در بعضی از ترجمه ها مثل ترجمه استاد سروش حبیبی، یه بار راجع به استاد سروش حبیبی حرف بزنیم، و جناب بهرامی به شدت خودش رو نشون میده، اون شکوه داستان، عظمت داستان، اندیشه هایی که تو داستان هست با ترجمه خوب در میاد. ترجمه های دیگه خیلی هم زحمت کشیدن مترجما، ولی به نظرم انقدر نتونستن به هسته و جان اثر نزدیک بشن. من یه دفعه درباره ترجمه های آقای سروش حبیبی صحبت کنیم، و آقای سروش حبیبی یک مجموعه ای از در واقع داستان های کوتاه و بلند، حالا بگیم داستان‌های بلند تولستوی رو ترجمه کرده، تولستوی، داستایوفسکی، بولگاکوف، روس‌ها رو، چون می‌دونید ایشون در آخر میرن روسی یاد می‌گیرن. آره. حدوداً در 80 سالگی، نزدیک به 80 سالگی تازه تصمیم می‌گیرن که زبان روسی رو یاد بگیرن. خیلی همت بلندی می‌خواد، بالای 70 سال داشتن. بله بله. بعد از اینکه مسلط به فرانسه و انگلیسی و آلمانی، بودن. بله. میرن تازه روسی هم یاد میگیرن. خیلی خوب، یه بار راجبشون حرف بزنیم، ادای دین کنیم و درباره تولستوی باز حرف بزنیم، درباره جنگ و صلح، درباره آنا کارنینا و درباره بقیه کارهای تولستوی. آره، حالا این هفته اون کوچیکه رو بخونن بیننده هامون، بعدن راجب شاهکارهای بلندش هم صحبت میکنیم. خیلی خیلی ممنونم که کتابایی به این خوبی به ما معرفی کردید. شما متشکرم. خدا نگهدار شما.